به نظرم کاملا مصیبت بار است و کسی نمیتواند بگوید طالبان میتوانند حکومت کنند. واضحاً که مردم در وضعیت دشوار قرار گرفتند، به خصوص کار و تجارت نیست و تولیدات متوقف شده است. ما میدانیم که مردم به دلیل گرسنگی جان میبازند. واضحاً که طالبان در مورد حکومت داری چیزی نمیدانند. آیا چطور اقتصاد کشور پیش میرود و روی چه مسائل باید تمرکز کنند؟ آنچه میدانم فقط روی مسائل اجتماعی و مذهبی بیشتر تاکید دارند که زنان چی کنند یا سفر کنند و به مسائلی که به زندگی کاری و عواید مردم رابطه دارد توجه ندارند و همین دلیل مردم متاثر شدند و برای طالبان این وضعیت یک هدیه است به خاطر که آنها خواهان حکومت با ارج و مرج در افغانستان می باشند و پاکستان برای آوردن طالبان به صحنه قدرت کمک زیادی نمودند. اما برای طالبان در قسمت حکومتداری کدام کمک نمی کنند و آنها ملاها را مسئول مقامات مهم کلیدی وزارتخانه ها تعیین نمودند. بر اساس گزارش ها طالبان به تلاشی و به سوی رفتار با مردم و هدف قرار دادن مردم ملکی در افغانستان ادامه می دهند. از سوی دیگر عملات نشان می دهد که شورشیان بار دیگر در افغانستان منسجم شدند و جهان نیز از طالبان می خواهد تا به حقوق بشر احترام بگذارند. به نظر شما طالبان به این مسائل چطور رسیدگی می کنند؟ از یک جانب افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان تلفات سنگین نداشته است و با سقوط کابل نیز از این کشتار جلوگیری شد و آنچه انتظار می رفت که هر کسی که با جامعه بین المللی کار کرده است هدف قرار می گیرند یا با آنها سوء رفتار می شود تا حد زیادی این کار نشده است. آنچه من از کندهار درک نمودم این است که میگویند باید واقعیت گفته شود که در حکومت پیشین نیز به حقوق بشر بسیار احترام نمی شد و از سالهایی که من در کندهار سپری نمودم میدانم که در زمان کرزی و حکومت غنی مردم دستگیر می شدند و برخی به خاطر باجگیری شکنجه می شدند. پلیس در کابل مرتکب انواع شکنجه، ارعاب و آزار و اذیت مردم شده بودند و تا جایی که غیر قابل بخشش است. درک من این است که در کندهار مردم را در تاریکی شب بیرون میبرند و میکشند و برخی از کسانی هستند که مرتکب جرایم شده بودند و هیچ نوع توجیه برای خشونت در برابر خشونت نیست. من شاهد آزار و اذیت گسترده مردم که برای خارجی ها کار میکنند نیستم و از جانب دیگر میدانم که آزار و اذیت سیستماتیک هزاره ها وجود دارد. واضحاً فضای شراکت زنان در عرصه های مختلف زندگی محدود شده است. هر کسی که واضحاً انتظار داشت طالبان به حقوق بشر احترام میگذارند خیال پردازی نموده بودند. بدین معنا که هیچ وقت با آنچه از آنها خواسته شده است عمل نکردند. شما گزارش های جنگ اوکراین دنبال میکنید که بیشتر جلب توجه نموده است. برای نظر شما این معضله وضعیت افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است در حالی که مردم در افغانستان از گرسنگی هلاک میشوند و نیاز به توجه جامعه جهانی دارند؟ به نظرم بحران در اوکراین وضعیت افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. چندین دلیل دارد. یکی از این دلایل واضحاً این است که کشورهای اروپایی برای رسیدگی به وضعیت کشور همسایهشان علاقمند هستند و همه ما به همسایه نزدیک خود بیشتر توجه میکنیم. دوم این که روسیه یک تهدید گسترده برای اروپا و امریکا به شمار میرود و نه تنها برای دموکراسی، اما بیشتر به خاطر دسترسی روسیه به سلاح ذروی این کشور را تهدید بزرگتر میپندارند. سوم این که برای خیلی ها جای تأسف است و دردناک است که بگویم که از دیدگاه غربی رفتار زلنسکی پس از اشغال کشورش با نوع رفتار رئیس جمهور پیشین غنی مورد مقایسه قرار میگیرد که هر کدام به طرز متفاوت رفتار کردند. همچنان آنچه کمتر تشخیص شده است رفتار پاکستان در برابر افغانستان است. وقتی پاکستان میگوییم هدف حکومت آن است و اردوی پاکستان است که مشابه به حکومت روسیه و رئیس جمهور پوتین است. طوری که
پاکستان در برابر افغانستان رفتار کرده است کاملا مشابه رفتار روسیه با اوکراین است، یعنی که کشورها برای کنترل سیاسی و اقتصادی همسایه های کوچک خود علاقمند هستند و در تاریخ این کار نیز شده است. پاکستان از یک سو مانند روسیه می خواهد کشورهای کوچک همسایه را داشته باشند و با استفاده قدرت های محوری وضعیت را پیچیده ساختند. در افغانستان طالبان هستند و در اوکراین مردم ها با یونیفرم سبز روسی که میخواهند اشغال کنند. از سوی دیگر جامعه جهانی روسیه را یک تهدید بزرگ میدانند و کشورهای غربی و ناتو پاکستان را یک متحد خود میدانند، اما رفتار هر دو کشور زورگویی است و مشابه هم که برایم نگران کننده است. You have this obsession to dominate and control politically and economically this smaller neighbor in both cases.